برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجلس بزرگداشت ایام حزن و اندوه فاطمی از سوی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در شهر لکنوی کشور هندوستان برگزار شد. این مراسم ها در حسینیه جنت مآب از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه برگزار شد و جمعی از شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در آن شرکت کردند و حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در کشور هند و مسئولان شبکه ماهواره حضرت خدیجه سلام الله علیها در این مراسم سخنرانی کردند. فرماندهی پلیس استان نجف نشستی را با حضور مدیران مختلف امنیتی، ترافیکی و آتشنشانی به منظور تأمین امنیت زائران در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار کردند. بر اساس بیانیه صادر شده در این باره، در این نشست همچنین راه‌های حمایت از دسته‌های تعزیه و عزادارانی که از داخل و خارج از عراق وارد می‌شوند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. منابع خبری از برگزاری نشستی میان مقام‌های ارشد سازمان ملل و برخی سازمان‌های غیر دولتی با مقام‌های ارشد طالبان خبر دادند. موضوع این نشست گفتگو و مذاکره با مقام‌های طالبان در مورد تصمیم جدید آنها برای ممانعت از فعالیت کارکنان زن در شرکت‌های غیر دولتی است. تصمیمی که بعد از ممنوعیت تحصیل دختران و بانوان افغانستان در دانشگاه ها صادر شد و با انتقاد و اعتراض شدید سازمان ها و نهادهای بین المللی مواجه گردید. هزاران نفر در بزرگترین شهر منطقه قره‌باغ کوهستانی در اعتراض به محاصره تنها راه ارتباطی زمینی به ارمنستان تظاهرات کردند. میدان اصلی رنسانس در شهر استپانکرت روز گذشته یک شنبه مملو از معترضان شد. ارمنستان و آذربایجان که در پاییز 2020 بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی وارد جنگ شده اند، اخیراً بر سر کوریدور لاچین هم با هم دچار تنش شدند. گزارش‌ها حاکی است که یک توافق ضمنی بین اعضای دولت جدید اسرائیل برای بازگذاشتن درهای عادی‌سازی روابط تل آویو با ریاض وجود دارد. طبق این گزارش، این توافق ضمنی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مکلف اسرائیل اجازه می‌دهد توافق‌نامه‌های همکاری را گسترش داده و به یک توافق تاریخی با عربستان دست پیدا کند. مسلمانان تصمیم شهردار نیویورک برای افزودن گزینه‌های حلال در بوفه‌های مدارس نیویورک را مورد استقبال قرار دادند. افاف ناشر مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی در نیویورک در این باره گفت هر دانش آموز فارغ از دین و اعتقادی که دارد باید بتواند وعده‌های غذایی مطابق آنچه می‌خواهد دریافت کند. منابع خبری سوریه‌ای از درگذشت دکتر هانی محسن مرتضی متولی شرعی آستان مقدس عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها خبر دادند. مرحوم دارای مدرک پزشکی عمومی بوده و در زمان وفات 83 سال داشت. او در سالهای بر عهده داشتن مدیریت آستان زینبی خدمات بسیار زیادی به حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها ارائه کرد. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در شهر کابل پایتخت کشور افغانستان میزبان برگزاری مراسم شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در این مراسم که با حضور نماینده و مسئولان این دفتر برگزار گردید، صدها تن از شیعیان اهل بیت علیهم السلام و عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها حضور یافته و به عزاداری پرداختند.
پیروان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهر سلیمانیه در شمال عراق مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را برگزار کردند. در این مراسم که به صورت پیاده روی برگزار شد، جمع زیادی از مردان و زنان و کودکان از شیعیان قوم کرد حضور یافتند. آلیسو داماتو مشاور وزیر بهداشت ایتالیا از موافقت مقامهای مسئول در این کشور با ختنه پسران مسلمان توسط متخصصان در بیمارستان‌های ایتالیا خبر داد. گفتنی است از سالها پیش خانواده‌های مسلمان در این کشور با مشکل ختنه کردن پسران خود در بیمارستان‌های ایتالیا مواجه بودند و این کار به صورت سنتی و خارج از بیمارستان‌ها انجام می‌شد.